شاهزاده رضا پهلوی در یادداشتی جدید با تأکید مجدد بر ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی میگوید که بعد از سقوط رژیم باید با برگزاری انتخاباتی آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان و یک همه پرسی ملی یک دموکراسی سکولار را در ایران مستقر کرد که در ادامه پیام ایشان را به اطلاع شما میرسانیم. ملت شریف ایران، در تازه ترین دور تظاهرات سراسری علیه رژیم جمهوری اسلامی، جوانی به همسایگانش در خیابانهای کرج ملحق شد. آنها با هم شعار دادند مرگ بر دیکتاتور و آخوند باید گم بشه. او سپس توسط دستگاه امنیتی رژیم شناسایی و در حالی که به سمت خانه می رفت، نیروهای امنیتی رژیم وی را به ضرب گلوله کشتند. او بسیار جوان بود. اطلاعات زیادی از او در دسترس نیست. می دانیم که مغازه‌دار بود و نامزد کرده بود و در صفحه توییترش که فقط یک بار در آن توییت کرده بود نوشته بود که تغییر رژیم ایران برای آزادی، زندگی بهتر، آرامش، امنیت اقتصادی، خنده‌های بدون استرس. در این تنها توییت غم‌انگیز ولی مصمم، او خواست اساسی یک ملت را ثبت کرد. او شاید این را می‌دانست و نیازی ندید که بیشتر از این بگوید. تظاهرات اخیر در ایران تازه ترین فصل از یک تلاش تقریباً 40 ساله است. این تظاهرات برخلاف آنچه بعضی طرفداران رژیم گفتند، صرفاً به خاطر مشکلات اقتصادی مانند قیمت بنزین نیست، بلکه حوزه گسترده تری را شامل می شود و اهداف آن بسیار عمیق‌تر از هر موضوع واحد اقتصادی و اجتماعی است. جنبش اعتراضی ملی در ایران بی‌عدالتی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی را تقویح می‌کند و آنها را نشانه‌های یک بیماری واحد می‌داند. جمهوری اسلامی، هم ایدئولوژی و هم ساختار آن. جنبش اعتراضی ایرانیان ریشه این بیماری را هدف قرار می‌دهد و نه صرفاً نشانه‌های آن مانند فساد یا سرکوب را. هم میهنان من به دنبال پایان دادن به رژیم جمهوری اسلامی هستند، نه فقط به خاطر اینکه رژیمی اقتدارگرا، فاسد و بیکفایت است، بلکه به این دلیل که رژیمی است غیر ایرانی و ضد ایرانی. جمهوری اسلامی از همان آغاز به دنبال ویران کردن ایران با تبدیل آن از یک ملت به یک نهضت بود. رژیم جمهوری اسلامی پرچم کشور را که چندین قرن خدمت داشت تغییر داد. جلوی آموزش تاریخ و ادبیات ما را گرفت. از گرد هم آمدن مردم ما بر مزار قهرمانان کشورشان مانند کوروش کبیر و فردوسی در مناسبت‌های خاص جلوگیری کرد. در نظام طبقاتی مبتنی بر آپارتاید مذهبی و جنسیتی خود، هر ایرانی را در جایگاه حقوقی و اجتماعی خاصی قرار داد، به طوری که زنان و اقلیت‌های مذهبی شهروندان درجه دوم و سوم یا پایین‌تر شدند. در سرزمینی که به خاطر شعر و موسیقی از شهره عام در جهان است، هم شعر و هم موسیقی را سانسور و گاه به طرز وحشیانه‌ای سرکوب کرد. صبر ایرانیان دیگر به سر آمده. در خیابان‌های ایران و در شبکه‌های اجتماعی شعار پرطرفدار می‌میریم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم با حسی سرشار از عزم راسخ و فوریت تنین انداز شده است. ایرانیان علاوه بر اینکه آزادی، عدالت و فرصت می‌خواهند، خواهان شکوه، افتخار و احترام برای کشورشان هستند. آنها می‌خواهند جایگاه شایسته خود در جامعه جهانی را باز پس گیرند. آنها می‌خواهند به خاطر خدمات بزرگ علمی و فرهنگی تمدن باستانیشان شناخته و تحسین شوند. آنها همچنان که اداره کشورشان را به دست می‌گیرند و راهی درخشان به سوی توسعه و نوآوری می‌گشایند، می‌خواهند دوستانی نزدیک و شریکانی قابل اعتماد شناخته شوند.
در یک جمله هممیهنانم میخواهند که ایران را از رژیم جمهوری اسلامی پس بگیرند. رژیم در حالی 40مین سال گردش را جشن گرفت که هیچگاه تا این اندازه نامحبوب و غرق در بحران نبود. رژیم جمهوری اسلامی به طور همزمان با چندین چالش وجودی روبرو است که همه آنها را خودش به وجود آورده است. یک اقتصاد آشفته، نابودی وسیع محیط زیست، جدا شدن نیروهای امنیتی، تظاهرات سراسری و اعتصابات کارگری بی سابقه و مهمتر از همه جمعیتی نترس که به طور فزاینده درگیر فعالیت‌های روزانه مقاومت و نافرمانی می‌شوند. همچون بسیاری از رژیم‌های اقتدارگرا، جمهوری اسلامی با ترس از مردم حکومت می‌کند. رژیم به تازه‌ترین موج تظاهرات همان پاسخی را داد که همیشه می‌دهد: توهین، تهدید، زندان، شکنجه و کشتار ایرانیان بی‌گناه. رژیم همچنین در تلاشی برای جلوگیری از هماهنگی مردم، اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد تا معترضان نتوانند مبارزهشان و پاسخ وحشیانه رژیم را با جهان خارج به اشتراک بگذارند. من برای دهه‌ها از برقراری یک دموکراسی سکولار در ایران دفاع کردم و گفتم که مسیر رسیدن به این هدف با قبول دو واقعیت بنیادین شروع می شود. اول اینکه رژیم جمهوری اسلامی تهدیدی برای موجودیت ایران و ایرانیان است و دوم اینکه جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست. این مسیر به نافرمانی مدنی، تظاهرات عمومی و اعتصابات ملی سراسری نیاز دارد تا به سقوط ساختاری رژیم منتهی شود و این همان چیزی است که اکنون در ایران در حال اتفاق افتادن است. بعد از سقوط رژیم، این مسیر باید با برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه برای تشکیل مجلس مؤسسان دنبال شود و در نهایت باید به یک همه پرسی ملی برای برقراری یک دموکراسی سکولار برسیم که در آن حقوق انسانی یکایک شهروندان تضمین شده باشد. مأموریت من این نیست که یک نقش رهبری شخصی را در حکومت آینده بر عهده بگیرم، بلکه برای بیش از 40 سال گذشته مأموریتم این بوده و هست که برای مردم ایران منبع امید، صدایی برای اتحاد و وسیله‌ای برای تغییر باشم. وقتی هم میهنانم به نقطه عطف برگزاری همه پرسی ملی رسیدند و وقتی ایرانیان توانستند برای اولین بار رهبرانی را که می‌خواهند خودشان انتخاب کنند، مأموریت من دیگر انجام شده است. مانند انقلابیونی که ایالات متحده آمریکا را بنیان گذاشتند، شهدای راه آزادی در آرزوی زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی بودند. جرم آنها تظاهرات مسالمت آمیز برای رسیدن به این آرزوها بود که حق هر انسانی است. مانند عده بیشمار دیگری که جمهوری اسلامی را در تقریباً 4 دهه گذشته به چالش کشیدند، آنها برای رسیدن به آرزوهایشان جانشان را از دست دادند. امثال آنها ماهیت اعتراضات ایران را آشکار می‌سازد. ایران مملو از میلیون‌ها آزادی خواه است و من مطمئنم که آنها به زودی کشورشان را پس خواهند گرفت و آن را دوباره خواهند ساخت. فرزند محمد رضا شاه پهلوی، شاه فقید ایران، با اشاره به سرکوب خشن اعتراضات آبان ماه و کشته شدن صدها معترض از جمله کودکان در ایران، از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست که برای پایان دادن به این قتل عام دست به اقدامی فوری زده و از تمام امکانات و ابزارهای در دسترس از جمله ظرفیت شورای امنیت سازمان ملل استفاده کند. شاهزاده رضا پهلوی در نامه‌ای سرگشاده به آنتونیو گوترش به تاریخ 18 آذر نوشت که سازمان ملل متحد که پاسداری از حقوق بشر را به عنوان یک وظیفه اصلی خود پذیرفته، دیگر نمی‌تواند در سکوت به تماشا بنشیند، بلکه باید با اقداماتی فوری و ضروری کشتار مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی را
متوقف کنند. او با اشاره به نامه‌ای که در سال 2012 به رئیس پیشین این سازمان برای ارجاع مدعیات مستند و محکمه پسند علیه جمهوری اسلامی به دادگاه بین المللی کیفری نوشته بود، مسئولیت رئیس جدید سازمان ملل را سنگین تر از گذشته خواند و سکوت در سازمان ملل را به معنای چشم پوشیدن از اقدامات رژیم جمهوری اسلامی قلمداد کرد. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد که رژیم با سرکوب وحشیانه و قتل عام ایرانیان در پی نابودی ملت و تاریخ ایران است. او به قطع اینترنت و مختل کردن تلفن‌های ثابت و همراه در ناآرامی‌های اخیر نیز اشاره کرد و هدف از این اقدام را جلوگیری از نظاره قتل عام بی‌پروایانه معترضان توسط جهانیان نامید. شاهزاده رضا پهلوی در نامه به گوترش آنچه مردم ایران با آن روبرو هستند را عملاً یک نسل کشی خاموش خواند و با اشاره به بازداشت‌های سیستماتیک، شکنجه و کشتن بسیاری از ایرانیان به خاطر هویت فرهنگی و آرمان‌های ملیشان، قساوت‌ها و بی‌رحمی‌های رژیم ایران را مصداق جنایت علیه بشریت شمرد. او همچنین تأکید کرد که اگرچه جرقه اعتراضات اخیر را گرانی 300% بنزین زد، اما ریشه این خیزش نارضایتی گسترده مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی بود. سازمان عفو بین الملل شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر را در ایران حدود 300 نفر اعلام کرده است. صدها نفر مجروح و هزاران نفر بازداشت شدند که از سرنوشت بسیاری از آنها هنوز هم خبری در دسترس نیست. فاطمه حسینی، رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری مجلس ایران، سه‌شنبه 19 آذر در گفتگو با ایلنا خسارت مستقیم به کسب و کارهای حوزه فناوری در ایران بعد از قطع اینترنت را روزانه 2500 میلیارد تومان خوانده بود. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.